خانم رویا قیاسی، شما خواهر یکی از جانباختگان کشتار 67 هستید، کبرا قیاسی. امروز که دادگاه حمید نوری آغاز شده، چه احساسی دارید؟ احساس دوگانه ای. هم غم توش هست، برای اینکه یادم به اون دوران میفته، یادم به زمان قتل عام میفته، یادم به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی میفته و اون شور و شوقی که مردم داشتن برای رسیدن به عدالت اجتماعی، ولی متاسفانه به چه چیزی دچار شدیم. و خوشحالم که یکی از این جانیان دستگیر شده و الان مجبوره در مقابل دادگاه، در مقابل مردم جواب بده به جنایت‌هایی که مرتکب شده، مجبوره جواب بده به خشونت‌هایی که علیه مردم، علیه جوانان ما و همینطور علیه خانواده‌های جانباختگان روا شد. مادرانی که توی راه زندان‌ها جون خودشون رو از دست دادن. ما زرج کشیده دو نسلیم. نوری و امثال هم باید جوابگوی ظلمی که به دو نسل کردن باشن و این باعث خوشحالیه که بالاخره بعد از این همه سال ما تونستیم یکی از جانی‌ها رو دستگیر کنیم. مهم نیست که چه مقامی داشته، کجا بوده، گوییم که ما همه میدونیم دادیار بوده و هممون میدونیم که دادیار چه نقشی داشته. زمانی که بچه‌ها جوانای ما رو ردیف میکرد به جوخه‌های اعدام میفرستاد، اینا نقش کوچکی نیست. ولی به غیر از این، تمام کسانی که نقش داشتن در این جنایت باید جوابگو باشن و به اعتقاد من این آغاز کاره، راه باز شد و تمام جانیان باید بدونن که آرامش و آسایش نخواهند داشت. امروز، فردا، پس فردا، روزی باید در مقابل دادگاه جوابگوی خشونت، ظلم و بی‌عدالتی که بر علیه ملت روا داشتن باشن. ممنونم خانم قیاسی. از خواهرتون هم بیشتر برای ما میگین، جزئیات مربوط به در واقع فعالیت‌هاش، دستگیریش و حالا آنچه که برش گذاشت. خواهر من، خواهر کوچکتر من، کبرا در زمان انقلاب به جنبش پیوست، از گروه های چپ بود و وارد جریان انقلاب شد. چپ بود، فعالیتش از اون زمان آغاز کرد و در زمان جنگ در آبادان موند تا اخبار صحیح جنگ رو، جنگی که ناخواسته بود، جنگی که این رژیم، خود این رژیم در بپا کردنش دست داشته، که اخبار رو بفرسته بیرون. زمانی که آبادان در محاصره قرار گرفت، از آبادان خارج شد و اومد به اصفهان. ما اونجا در خوابگاه جنگ زدگان بودیم و در اصفهان موندیم. در اونجا فعالیت‌های خودش رو ادامه داد، با اینکه جو شدید پلیسی در اصفهان حاکم بود و ما به عنوان خانواده جنگ زده‌ها در خوابگاه‌های دانشجویی بودیم. یعنی دقیقاً اونا میتونستن ما رو کنترل کنن، ولی این هم باعث نشد که کبرا دست از فعالیتش برداره. تا اینکه در فروردین 61 از خونه رفت بیرون، به خونه برنگشت. دو ماه تموم ما دنبال کبرا بودیم، از بیمارستان‌ها بگیر تا دادگاه‌ها، ولی همه جا میگفتن ما خبری از کبرا نداریم، در صورتی که دو ماه در بازداشتگاه سید علی توی اصفهان بود. در نهایت ما که هیچ اطلاعی پیدا نکردیم کی دادگاه برگزار شده، جرمش چی بوده، حکمش چی بوده. فقط از خود کبرا شنیدیم که گفت یک سال برام بریدن. کسانی هم که بعدن از زندان اومدن بیرون اینو تایید کردن که یک سال برای خواهر من جرم بود، محکومیت ایجاد نوشتن. ولی متاسفانه 9 ماه بعد از اینکه توی زندان بود و ما کم کم داشتیم برای آزادی کبرا با خیال راحت تری سرمون رو بالش میذاشتیم، یک شب کبرا رو از زندان بیرون میکشن، به بازداشتگاه برمیگردونن و در اونجا تیربارون میکنن. 28 آذر کبرا رو تیربارون کردن. زمانی که ما جسد گرفتیم 9 تا گلوله از زیر زانوش شروع کرده بودن، زده بودن تا توی سینه‌اش و تیر آخر رو توی قلبش گم کرده بودن. کبرا فعالیت میکرد ولی هیچگاه دست به اسلحه نبود، هیچگاه کسی رو نکشته بود. آیا برای خوندن، برای نوشتن، برای مبارزه، برای عدالت و آزادی نتیجهش این هست؟